ما رو پای منبر حسینیه. کیه داره که دوباره این گدارا میبره حسینیه؟ یه یا زینه میگم ارشد میزنم زنگ در حسینیه. بی تو نفس من میگیره، نوکر تو میمیره، آقای من عشقم چقدر هستی دل سوز حرمت هر شب هر روز رویای من. ای آقا آرزوم اینه که باشم این شب ها من کربلا. زمینه که باشم این شب ها من کربلا. کربلا 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 کربلا. که منو میبره تا دم بهشت، نمیدونم چی بخونم واسه وسوش به خدا کمه بهشت. این چه حسه قریبونم که داره منو دگرگون میکنه. حرمش هر شب جمعه همه رو یه روز مهمون میکنه. بی تو نفس من میگیره، نوکر تو میمیره، آقای من عشقم چقدر هستی دل سوز حرمت هر شب هر روز رویای من. زمینه که باشم این شب ها من کربلا. ای آقا زمینه که باشم این شب ها من کربلا. کربلا 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 کربلا. ندهم جان مگر برای حسین، ندهم جان مگر برای حسین، ننهم سر مگر به پای حسین. دلبرم کیست آن عزیز خدا؟ قبله‌ام چیست کربلای حسین؟ عشق را آفریده است خدا تا شود گوهر عزای حسین. آفتاب است شمع عزای ماتم او، آسمان است خاک پای حسین. آفتاب است شمع ماتم او، آسمان است خاک پای حسین. عظمت ها و دادهایش را کس نداند مگر خدای حسین. گفت مولای ما به ابن شبیب که مکن گریه جز برای حسین. ناله ای از دل شکسته ماست هر نوایی به نی نوای حسین. همه هستی جدا جدا گریند
همه هستی جدا جدا گریند بر سر و جسم سر جدای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة علیا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. با نام و یاد خداوند متعال و عرض ادب و احترام به ساعت مقدس ولی امرمون حضرت بقیت الله ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فراجه الشریف و یکایک شما بینندگان محترم حسینیان عزیز، انشاءالله که در این ایام خوب توانستید عزاداری کنید بر مظلوم عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علی، انشاءالله که در پناه حضرت ایزد منان باشید. قبل از اینی که شروع بکنیم عذرخواهی باید بکنم، با تأخیر یک ده دقیقه یک روبی به محضر شما سلام و عرض ادب میکنیم. گاهی اوقات به خاطر برنامه‌های مختلف بایستی شما عاشقان رو انتظار بگذاریم، ولی عذرخواهی هم میکنیم. در خدمت شما هستیم با حضور استاد گرامی و صدیق مکرمم حضرت حاج اسقرهای فتاحی عزیزمون. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا خیرتون. با سلام و درود بر آقا بقیت الله العظم روی فدا، صاحب اختیارمون و صاحب دممون، و سلام و درود بر حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفا و با صفایش، و با سلام و درود بر شما عزیزان، عزاداران، دوستان، محبان و شیعیان آن حضرت در سرتاسر عالم، شما بزرگوارانی که ما را از حسینیه شبکه جهانی امام حسین از بین الحرمین داریم میبینیم. من در خدمت شما هستم. خدا خیرتون بده آقا. هرچند ده دقیقه یک روبی با تاخیر روی آنتن حاضر شدیم، ولی خیلی هم اطلاع کلام نمیخوام بکنم. فکر کنم خواستم بگم از تاریخ این روزها بگید که فکر کنم در قالب روزه به مردم ارائه بدید، ولی کربلا همچنان از حضور مردم زیباست و زیبایی اصلیش البته با حضور خدا و سید الشهداست، ولی وقتی شما بینندگان زائر حریم آقا سید الشهدا علیه السلام شین، یک زیبایی دیگه به کربلای معلا میده. چرا؟ چون خود امام حسین علیه السلام از حضور شما خوشحال میشه. بعد قشنگیش در اینه که مانند یک عقیق، یک شرف و شمسی، یک سنگ در گرانبهایی، مانند یک انگشتری گنبد و گلدسته آقا سید الشهدا علیه السلام میدرخشه و مردم میشوند رکاب این انگشتر. الهی بیاد اون روزی که با حضور حضرت حجت جل الله تعالی فرجه الشریف اینجا ندا سر بدیم لبیک یا حسین و عرض ارادت، محبت، تولا و تبرامون رو به محضر آقا اعلام بکنیم. آقا من در وست در خدمت شما هستم. سکوت میکنم. قربون شما. ممنون از لطف شما. از خدا پنهون نیست، از شما سو پنهون باشه. ما واسد اصلا آقا به ما اهم کرده بودن که فردا شب هم در خدمت شما باشیم، اما من خواهش کردم، اما متاسفانه باید الان بگم که ما متاسفانه امشب شب آخرمونه که در کربلا هستیم. یعنی با این صحبت کردیم دیم. رسیدیم به این که امشب شب آخر ما هم باشه تو کربلا تو ماه سفر. مردم خبر خوشحالی رو سورپرایز قرار میدن شما. البته تو این سفر حالا ما خدا رو شکر خوشروزی بودیم از تصدق سر از سید شهدا سلام الله علیه و حضرات معصومین. بعد از اونها از لطف شما هست اصلا آقا که شامل حال ما بوده به حمدالله، یعنی سفرهای مکرری امسال الحمدالله داشتیم در خدمت شما بزرگوار بودیم و عزیزان شبکه امام حسین. حقیقتش خودم بریم پایین چونه میزنم شب جمعه همینجورش. حقیقتش خودم دلم میخواست، ولی چون شب جمعه انشالله در جوار ملکوتی صاحب اختیار ایرانی ها حضرت رضا سلام الله علیه خواهیم بود انشاءالله،
اگر این بهونه نبود که اصلا دلم نمیخواست از کربلا خارج بشم. یعنی بس خدا خیرت بده من واقعا یعنی آسد حسن آقا خدایش مردم اینقدر آسد حسن آقا خوش اخلاق الحمدلله و اخلاقش رو از اجداد طاهرینش الحمدلله ارث برده که انشالله روح والده مکرمشون فیض ببره، روح پدر مادرهای همه تون انشالله از این سفره و از این خان فیض ببره والده مکرمه شما هم. ما خداییش وقتی هم میام ایران دلتنگ یا آسد حسن آقا میشم، درسته دیر به دیرم به ایشون زنگ میزنم، حالا من این کارهای موزی ها رو بلد نیستم دیگه، ما از چیز قدیمی ها هستیم دیگه و الا با اون رسانه های اجتماعی روز روز بعضا آیون دائم در تماس هستن با آسد حسن آقا، ولی ما ایشون رو از فقط قاب تلویزیون تماشاش میکنیم، گاهی هم بالاخره دلتنگ خیلی میشیم زنگ میزنیم. بگذارم عرض به خدمت شما که معمولا چون شبهای آخر روزه رو همه جا یا از قمر بنی هاشم سلام الله علیه یا از حضرت زهرا سلام الله علیها میخونن، ما پای این امشب و استثنان با آسد حسن آقا هماهنگ شده بودیم که بریم مدینه و همین کار رو هم میکنیم انشاءالله، دلهای شما رو هم میبریم مدینه، چون قافله روایت دوم اینه که برگشتن به مدینه، ولی در کتاب اربعین استدلالا ایشون ثابت کرده مرحوم قاضی که خیر اربعین اول اومدن اهل بیت کربلا، چون اربعین دوم نبودن، حداقل حضرت زینب سلام الله علیها نبود، حضرت رباب نبود، پس همون اربعین اول اهل بیت اومدن کربلا و مدینه. شما حالا امشب از مدینهش میخونیم تا به کجا بکشه، نمیدونم جا علی آقا خالیه جای آره باقا. من گفتم بعد علی آقا آرام آرام فجعتن نمیشه این خالی شدن دوربر من از بلبلان و قرار شد بگیم روزه خونها به. و حالا دلخوش به حضور شما بودیم حقیقتا هم گم اصلا دیگه دارم لفاظی نمیکنم، اصلا دیدین سکوت کردم، من آدم ساکتی نیستم تو برنامه، اما این حرفی رو که آج اسقر آقا زد نمیدونم به خدا عشق گرفته چه شما، ولی قول بدید آج اسقر آقا مشهد دیگه حال زود برمیگردیم، مشهد خلاص زود برمیگردیم، یعنی بعد از مشهد خواستم بگم الان دو بیت اول بخون بعد بزنیم آخر کار سفره رو امام رضا برم انشالله. به خدمت شما عرض کنم که دلخوشیم اینه که آسد حسن آقا الحمدلله شما هم کار منبری رو میتونید انجام بدین، هم کار مدح رو خدا رو شکر سلامت باشید و از من که الحمدلله خیلی مدح ترین خدا رو شکر شاگردی میکنم بعد و این سفره خالی نمیمونه، یعنی خود از سید شدا سلام الله علیه میرسونه، من همین امشب که آقای جعفریان دیدم یه لحظه مدحای دیگر هم میدیدم، چیز که هست متاسفانه دیر اینا رو دیدیم، یعنی به خاطر ازدحام جمعیت و آیون هم بزرگواری میکردن تشنه می آوردن اینجا به خاطر این جمعیت، البته بله. به خاطر این نمی اومد و هر کدوم به منصب نوکری خودشون در گوشه مشغول و از یه جنبه میگم خوش به حالشون خودشون بودن و سید الشهدا و ولی من آیون مدایی که برای این جنبه نمیان واقعا ازشون گله دارم، چون باید بیان اینجا از اینجا برای همه بچشی هایی که سر تا سر عالم هستن برای اونها بخونن، یعنی اینجا اگر خودشون رو فدا کنن فدای سید الشهدا شدنه، که غالبا شما خودتون خوب شاهد بودید، مردم عزیز هم گاهن دیدن که هنوز برنامه ادامه داره شما خداحافظی میکنید، ما به خاطر اون محدودیتی که هست برای ماهواره و اینا مجبورین جلسه ختم بشه رو باید بله زمان. تحویل بدیم به پخش، ولی خب خودمون ادامه میدادیم گاهی نیم ساعت یه ساعت و چه جلسه هایی که انشالله قبول درگاه حضرات معصومین انشالله بشه. دو سه بیت بخونم از یه غزل، یه شبی میگفتم آقای دکتر بهنیامون که خدا حفظش کنه ایشون رو سمت استادی داره بر گردن من، ایشون خیلی دوست داره غزل های خواجه رو وقتی میخونم این یکی دو بیت رو بخونم انشالله آماده میشیم و با شما همراهی شما انشالله میریم مدینه. بسم الله الرحمن الرحیم. هوادار تو هم جانا و میدانم که میدانی
که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی. ملک در سجده آدم زمین بوسه تو نیت کرد که در حسن تو چیزی یافت بیش از حد انسانی. الله گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند از خدا را یک نفس بنشین، گره بکشا ز پیشانی. امام زمان دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت. ده شب اینجا نفهمیدیم تموم. دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت، ندانی قدر وقت ایده مگر وقتی که درمانی. نمیدونم اصلا چرا یه مرتبه این به ذهنم رسید، برای شما گفتم خصوصی. من یکی داشتیم همدان، خدا رحمتش کنه، مرحوم حاج قربی، عجیب گریه کنی بود برای امام حسین. آسد حسن آقا به اندازه یک کوه الوند پول برای امام حسین خرج کرد، به اندازه یک رودخونه جیهون برای امام حسین گریه کرد. یعنی کافی بود یکی بگه السلام علیکی آقا عبدالله، دیگه تاب نداشت. از خواب پا می شد برای نماز شب یا نماز صبح. اکثران که غالبا دیده بودم نماز شبشونشون فوت نمی شد، قضا نمی شد، خدا رحمتش کنه، تا پا می شد اول چشا رو باز کرده اون نکرده رو به قبله می خواد، دست می داشت رو سینه، یه سلام بر حضرت حسین می داشت، بعد پا می شد نمازشو می خون، اون وقت گریه می کرد. همیشه سر قضا خوردن امکان نداشت گریه نکنه برای حضرت سید شده. شب موقع خوابیدن یه عجوبه ای بود، خدا رحمتش کنه. و عجیب مردنی هم کرد. ایشون روز عید قربان به دنیا اومده بود و روز فوتش روز عید قدیر بود. خیلی عجیب، یه تشییع جنازه عجیبی شد از ایشون تو همدان. بگذرم از اینها، یکی از اون مداح که نمیخوام اسم بیارم چون خودش دوست نداره، گفت من مدینه بودم، تو مدینه دیگه پولام تمام شده بود و مونده بودم، شبها یه دونه از این تختای تاشو داشتم پشت دیوار قبرستان بقی باز میکردم میخوابیدم، صبح داره جمع میکردم میرفتم تا شب بشه. گوه یه شبی همینطور که نگاه میکردم گفتم یا امام مجتبی، شنیدم اگه میومدن تو مدینه فوشم بهت میدادن، دشمنات میبردشون خونه. من شیعه تو هم، من روزه خون شما هم، برای من یه چی، برای شما زشت نیست اینجا شب بخوابم. گفت تا کردم، بعد اینو گفتم، گفتم این هتل اینجا افتاده 20 طبقه 25 طبقه خالی، من اینجا پشت دیوار بخوابم بگم شیعه ما مجتبی. گفت باشدم، چند قدم رفتم دیدم آی قربی منو دید، سلام علیک. گفت کجا بودی؟ گفتم من خیلی وقت اینجا. گفت یه کاری دارم، اول قسمت میدم، قسم بخور که نه نمیگی بعد بگم.
گفت با خودم گفتم یا امام حسن نکنیم بگه خونت کجاست، من از راه اومدم بیام خونت. گفتم اگر دستم باشه. گفت نه اول قبول کن. گفتم قبول. گفت من این هتل رو گرفتم. گفت همون هتل رو که من میگفتم ده طبقه یا پنج یا ده از من اشتباه گرفتم. زائر من تازه یه هفته دیگه میاد مدینه مکه، 15 روز اونجاست بعد میام مدینه. تو میخوام اینجا رو نگه داری که دیگه مسافری دیگه نخوابونن، چون من پولش رو دادم، اینم 50,000 ریال سعودی داشته باش اینجا تا ما بیایم مدینه، بیایم از مکه. گفتم یه کاری دارم اینجا باید برم. بعد گفت نه قبول کردی. گفتم نه صبر کن. اومدم گفتم آقای امام حسین با معذرت میخوام، نمیدونستم به این سرعت جوابم رو میده. گفت شبام که اونجا بودم تو هتل سنگ کردم نخوابم، میومدم پشت بقیه میگفتم اینجا صفای دیگه داره، بذار روش دیوار باشه. حال یه لحظه خدایی شد یاد این مرد افتادم، باید اسمش میوردم و میگفتم حضرت سکینه سلام الله علیها خیلی حرف زده تو مدینه. من دیشب میخواستم میگم فرصت نکردم. و همچنین حضرت زینب، چون رباب خیلی صحبت نمی کرد. میدونی چرا حرف امام حسن شد؟ زینب داره بر میگرده مدینه، حسین که دو کربلا یکی باید بیاد استقبال این خواهر. امام حسن داره جلو جلو میاد. حالا حضرت زینب سلام الله علیها وارد شده. اهل مدینه گر مدینه نمانی جای گلاب از دو دیده اشفشانی ناله دل را به آسمان برسانی، با جگر پاره پاره روزه بخوانی، خون عوض اشک از دو چشم من آید. دخت علی بی حسین در وطن آید. اهل مدینه دیگر حسین ندارد. ای وای ای وای ای وای اهل مدینه سرایی کنید و عجب بباری از جگر سوخته شراره برارید. نیست عجب گرز گسه جان به سپارید، دشت بلا لالگون ز خون خدا شد. با لب عطشان سر حسین جدا شد. اهل مدینه که دیده و که شنیده، اهل مدینه کشت سخن بوید از گلوی بریده، پهلوی از تیغ و تیر و نیزه دریده، سینه به زیر سم ستور که دیده، در غم اون زخم روی زخم نشسته، ناله برآید ز نیزه های شکسته. اهل مدینه خبر دهید به زهرا، Yeah.
قافله داد میرسن زرا پیش کشا برده بر ساز زینب کبرا پیروهن پاره پاره بزرت را من خبر آوردم ز باغ گل یاس اهل مدینه کجاست مادر عباس اهل مدینه بر سر و سینه کیست که گوید به دختران مدینه پشت در شهر ایستاده سکینه او که ندارد به روزگار قرینه رخت عظام گریه می کند به تن او پیکر او گشته رنگ پیراهن او اهل مدینه سر شما به سلامت نقش زمین گشت آسمان امامت بر سر ری بود آفتاب قیامت سر به سلم تن به خاک داشت اقامت قصه گودال قتلگاه شنیدید زیر لگد سیره دست ندید اهل مدینه دعا کنید به لیلا که از دم شمشیر و تیر و نیزه اعدا جسم جوانش شده است اربن اربا پیکر او گشته مثل هنجر بابا گشته جدا از عضو آن قد و قامت مادر اکبر سر تو باد سلامت یه جمله کوتاه دیگه و صدا سلام خوام بخونه اهل مدینه رو باب از سفر آمانه با پسرش رفته بود و این پسر گل که ندارد گلابش از بزر آید شیر نه شیر نه خون دلش ز سینه براید لحظه دیدار او به هم بسپارید همراه خود طفل شیر خاله میاید لحظه دیدار او به هم بسپارید همراه خود شیرخواره نیارید بشیر میگه دیگرم خون شد وقتی وارد مدینه شدم وقتی میومدن ازم سوال میکردن دلم باره میشد بابلتا چند شب از حضرت رقیه خوندیم امشب یه پسر بچه 4-5 ساله رو براتون میگم گو همینطور که تو کوچه مدینه میرفتم یه وقت دیدم یه آزاده 4-5 ساله اومد
بشیر از کجا میاد؟ تو بشارت دهنده هستی؟ از بابای منم خبر داری یا نه؟ گفتم بابا کیه؟ گفت عباس ابن علیه علی طالبه. بشیر بابام علمدار کربلا بوده، بشیر مادرم یه دست لباس نو برام دوخته، هر موقع میگم لباس نوام رو بده تنم کنم میگه سب کن بابا دست سفر برگرده. بشیر میتونم بدم لباس نوام تنم کنم؟ بشیر میگه گفتم آزاده برو به مادرت بگو لباس سیاه به تلقه بوجانه. بعد بیبی زینب اومد کنار قبر مادر، به محض ورود به مدینه اول کنار قبر جدش درد دل کرد، بعد رفت سر وقت مادر. مادر زینب در زمر برگرده مادر، مادر جان با حسین رفتم و بی حسین اومدن، سوقاتی سفر میخوای بیا این دیران خورا و نوزه. مدینه خبر از ناله های پرپر آوردن، مدینه من خبر از ناله های پرپر آوردن، برای داغ هفتاد و دو جسم بی سر آوردم. زینب رسید مدینه، چجوری دلکن نمیدونه. حاجی شما 10-15 روز 20 روز 2 ماه کربلا میری میای، چجوری حالت میخوای از اینجا بری؟ چی به حال زینب گذشته؟ مدینه من خبر از لاله های پرپر آوردم، برای داغ هفتاد و دو جسم بی سر آوردم. ز نخلستان بنیام نخلهای بی سرش با خود، خبرها در کنار روزه پیغمبر آورد. دوست داری بشنوی؟ بشین با عربای دل زینب، چی بهتر از زینب میتونه روایت کنه؟ مدینه مدینه حرفم با توه، یوسف زهرا به قلب خون قلتید و من از او فقط پیراهن خوبین برای مادر آوردم. بذار اون پیراهنم برده بودم. خب این به هدیه برای مادر، سوقاتی برای مادر آورده. چه روز سفر بوده تو کربلا تا شام و برگشته. الهی کس نیارد بهر استقبال لیلا را.
که من از کربلا داغ علی اکبر بردم. زینب بوده جواب این مادر چی بده، اگه سراغ بگیره جوونم چی شد زینب. خوب خوب خبردار کنی کیارو، گوش بده، خبر کن مادران شهرات، ای شهر پیغمبر، که من با خود آروم بگم. خبر کن مادران شهرات، هرچند حاجی فرمود بگو مادرها بچه ها شیطان نیارن. خبر کن مادران را ای شهر پیغمبر، که با خود قصه ذبح علی اصغر آوردن. الا ای خاتم پیغمبران، سوقاتیم را بین سر بشکسته و قد خبا چشم تر آوردن. آی مدینه، هر کی مجونه تو بهتر از همه میدونی، من زینبیم، هر وقت میخواستم زیارت جدم برم داداشام جلو برم و میگرفتم، بابام جلو جلو میرم، چشم نامحرمی به من نیفته. باشو ببین من همون زینبم یارم. اگه بلرجی ببینی زینب تو نمیشنازی، حاجی نه فقط مدینه زینب رو نمیشنازه، یار زندگیش عبدالله هم نشناخته. اومد خدمت امام سجاد، ام جانتون کجاست نمیبینم، فرمود تو محملا رو بگم، سر تو هر محملی کردید زینب رو نمیشناز. دوباره اومد خدمت امام سجاد، نکنه امه نیومده، زینب کجا؟ فرمود نه فلان کجابه رو نگاه کن، تا چشنداخ اومد بره زینب صداش زد، عبدالله اقداری منو نشنازی، به درق میدم اگه تو هم این من توی نیم روزه 18 تا گل تو از دست داده بود. الا ای خاتم پیغمبر، سوقاتیم را بین سر بشکسته با قد خم و چشم تر بردم، نشان از جسم سچاک حسین خود اگر کاری، دلی صد پاره تر زان پاره پیکر آوردم. یه بیت منو بس میمونه چند بیتش، ولی ببخش امام زمان، برای مادر مظلومم پیراهن خونی، برای تو سلام از آن بریده هنجر آمده حسین. زر 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 تیره
خلاصمو بزنم آی غیرتی ها ناموس دارم آی خانومای عالم زینب ارجارم حجابشو فراموش نکرد با این که بعد جام حرف میاد با این برا مصیبت زده و حجاب اما فرمود حجابم چادر خاکیم اما در حضور تو زگرد را گیسوی پریشان مجرا بردم هر کجا هستی تزلای دل زینب ظهور آغاز یه ناره بزن یا حسین آها تا نفست کار میکنم یا حسین شرار نالم سوزان قلب آفرینش را بیت تخلص بخونم صاحب شعرش لذت ببره و ایشالله اونم بهره ببره از کربلا شرار نالم سوزان قلب آفرینش را نتم و عشق میسم عشق عالم را در آوردم آج از قرارات چند ثانیه مونده یه دعا یه حرفی که داری فقط همه مریضا رو بعد از دعای بر آقامون امام زمانم حاجی امیر آقای رفیقمون مریضی داره باید حتما همه اونایی که گفتن اما یه جیب نمیرسیم بخونیم هر جای عالم صدای ما رو میشنوید بعد از قطع برنامه هم شما عزیزان اما یه جیب بخونید ما رو دعا کنید ما رو حلال کنید دستتون درد نکن از دعای خیر شماست ما اینجاییم یاری کنید بچه های شبکه امام حسین رو اللهم اجل ولی یک الفرج اللهم اجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر عاقبت به خیر بشین انشالله عاقبت ما هم ختمه به خیر بشه به حق محمد و آل الفاتحه تمام صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد مجد طیب الله سلامکم الله هیچی دیگه وقت من خواستم بگم دو ختم از امام رضا بخونید که اسمتون اینجا بمونه بعد میرید مشهد همون دو بیتو بخونید که چقدر هیچی خدا خیرتون بده آقا شرمندال بعد دل خود من بعد از پخش بخونه انشالله که هر کجا هستین در پناه حضرت حق باشید انشاءالله شما رو توی کربلا ببینیم تا سفره عشق دیگر انشاءالله در بهترین مکانها یعنی کربلا مشهد نجف آقا امیرالمومنین کاظمین دست به دعا برای فرج برداریم انشاءالله یا علی مدد ما رو پای منبر حسینیه یه داره که دوباره این گدارا میبره حسینیه یه یا زینب میگم ارشب میزنم زنگ در حسینیه تو نفس من میگیره نوکره تو میمیره آقای من عشقم چقدر هستی دل سوز حرمت هر شب هر روز رو بیرای من زمینه که باشم این شب ها من کربلا زمینه که باشم این شب ها من کربلا 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 کربلا
یه خیابون پر مجنون که منو میبره تا دم بهش، نمیدونم چی بخونم واسه وسمش به خدا کمه بهش. این چه حسه قریبونم است که داره منو دگرگون میکنه، حرمش هر شب جمعه همه رو یه روز مهمون میکنه. بی تو نفس من میگیر.